روانپزشکی که به یه جرم وحشتناک به تیمارستان میفته و میخواد بیگناهی خودش رو به هر شکلی ثابت بکنه. گلاسیا سلام. امروز براتون فیلم گاتیکا محصول سال 2003 رو آوردم. یکی از فیلم‌های قدیمیه و به عنوان underrated ترین فیلم سبک سایکولوژی شناخته میشه. فیلمیه که خیلی نمره کمی بهش دادن و دلیلش هم بیشتر به خاطر جلوه‌های ویژه بود و اینکه صحنه‌های فوق‌العاده ترسناکش یعنی جامپ اسکیرهاش بد در اومده، طوری که زیاد آدمو نمیترسونه. اما این دلیل بر این نیست که محتواش خیلی بده. اتفاقا از نظر محتوا و لحاظ فیلمبرداری، کارگردانی و همه چیز یکی از بهترین حساب میشه. و وقتی برید نظرات مردم و زیر پستای این فیلم بخونید میفهمید که چقدر بهش نمره کمی دادن و چقدر نامردی این قضیه، به خاطر اینکه همه مردم دوستش دارن. بریم ما فیلمو ببینیم. حواسمون به اسپویل کامل صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم روانپزشکی به اسم میراندا رو میبینیم. توی تیمارستان و مریضش یعنی کلوی از مشکلاتش صحبت میکنه. حرفش اینه که هر شب شیطان به سلول من میاد و با هم رابطه برقرار میکنه. هیچکم حرفمو باور نمیکنه. میراندا هم مثل بقیه توجه زیادی نداره و میگه همه حرفا توهمن. کلوی هم با عصبانیت بهش حمله میکنه، اما نگهبان میانه میبرنش. بعد این مکالمه میراندا به اتاق مدیر تیمارستان یعنی داگ میره. از اینکه هنوز کلوی هیچ پیشرفتی نکرده حرف میزنه و داگ هم بهش امید میده که کارشو قوی تر ادامه بده. در آخر هم میفهمیم اینا زن و شوهرن و همون میبوسن. همکار دیگه میراندا یعنی پیت سر میرسه و یه سری پرونده رو به این سم میده. با رفتن داگ میفهمیم بین این دوتا صمیمیت زیاده و مشخص پیت به میراندا علاقه زیادی داره. شبم که کارش تموم میشه تیمارستان میره بیرون. پیت هم میبینتش و با گرفتن چتر بالا سر میراندا بهش کمک میکنه تا به سمت ماشینش بره. همچنان هم حرفاش بیشتر شبیه لاس زدنن، اما میراندا توجهی نداره. راه میفته و کمی بعد میفهمه که جاده به خاطر سیل خراب شده. برای همین هم پلیس راهنمایی میکننش که از جاده دیگه راهو ادامه بده. اما اینم خوب پیش نمیره چون یهو زنی وسط جاده میاد و میراندا که ترسیده ماشینو میکوبه تو باقالیا. با نگرانی پیاده میشه و زنی که اون وسط مدام گریه میکنه و جیغ میزنه. میراندا دستشو میگیره و زن گرفته به شکلی ترسناک آتیش میگیره. میراندا هم میترسه و از حال میره. وقتی چشماشو باز میکنه توی همون تیمارستان که کار میکنه این بار به عنوان یه مریض بستری شده. خیلی شوکه و سردرگمه. چند تا پرستار همراه پیت میان به اتاق. پیت با ناراحتی میگه تو 3 روز اینجا بستری شدی. همش تشنج میکنی و حالت هم خوب نبود. تازه به هوش اومدی و خیلی نگرانتیم. از میراندا این پرسه آخرین چیزی که یادته رو بگو. میراندا هم یکم با ترس تمام اتفاقهایی که افتاد از بعد تصادف و آتیش گرفتن زن رو میگه. البته که پیت میگه همه اینا توهمن و یه حقیقتی رو میگه که مغز دختر میپاچه. اینکه 3 روز پیش همسرت به قتل رسیده و تو بودی که این کارو باش کردی. میراندا با عصبانیت داد میکشه و بقیه پرستاران با کمک پیت دارویی بهش میزنن تا بیهوش شه. توی خواب تصویرهای عجیبی میبینه و بعد بیدار شدن به لابی تیمارستان میره. افرادی که قبلا بیمارهاش بودن حالا کنارشن و نگاهش به کلوی میفته. موقع حرف زدن کلوی میگه حالا میفهمی که وقتی حقیقتو بگی و هیچکی باورت نکنه چه حس دردناکیه. برام تیکه روزنامه‌ای رو به میراندا میده که خبر قتل داگ توش نوشته شده. کنار عکسی از میراندا تنها مظنون قتل. آخر شب میرسه و میراندا از بیرون سلولش صدای نفس‌های کسی رو میشنوه، اما کسی اونجا نیست. یهو روی شیشه‌های سلول متن نوشته میشه. ناس الون. تنهایی نه. زن که ترسیده یه گوشه میشینه و چشماشو میبنده. چند لحظه بعد کسی دست روی سرش میکشه و میبینه پرستاره. به شکل عجیبی روز بعد رسیده و اصلا میراندا نفهمیده. داروهاش هم میخوره و وقتی میره که دوش بگیره نگاهش به همون زنی که باعث تصادف شد میفته. وسط بقیه وایساده و بهش زل زده. زن میاد طرفش و میراندا با وحشت داد میزنه و میره عقب. اما اون بهش میرسه و با دستاش کلی زخم روی دستهای میراندا میسازه. بقیه بیمارها هم در میرن و سکانس بعد میراندا تو اتاق پزشکی نشسته و زخماشو میبندن. پیت بیرون اتاق با نگرانی وایستاده و دکتر بهش میگه میراندا خودش به خودش آسیب زده. بعد با عصبانیت میره داخل و به میراندا میگه باید به خودت بیای و انقدر کارهایی که کردی و انکار نکنی. اما اون بازم مطمئنه هیچ کاری انجام نداده. میراندا از پیت میپرسه رابطه من و تو قبل اتفاقات چطور بود؟ پیت بعد اصرار زن میگه من ازت خوشم میومد و میخواستم باهات رابطه داشته باشم. میراندا در حالی که اشک میریزه میگه منم همینو میخواستم، اما شوهرم داگ همیشه دورمون بود و نمیتونستیم کاری انجام بدیم. میراندا فکر میکنه همه اینا نقشه های پیتن و شوهرشو کشته تا بتونه با میراندا رابطه داشته باشه. برای همینم به پیت میگه خب الان که دیگه داگ نیست بیا همو ببوسیم. اما پیت میگه من اون حسا رو کنار گذاشتم و الان فقط میخوام مثل یه دوست بهت کمک کنم.
میراندا هم میفهمه که این مرد دستی توی این کار نداشته. وقتی برای استراحت به حیات میره، بازم شکش به پیت برمیگرده و این بار از یه دکتر دیگه درخواست میکنه تا دکترش یعنی پیتو عوض بکنه و کس دیگه پروندهش رو به عهده بگیره. اما خب این دکتر پیشنهادش رو قبول نمیکنه. ساعتی بعد وکیل میراندا به دیدنش میاد و میگه هفته بعد دادگاهته. همه مدارکم ضد تو هن و تنها راه نجاتت اینه که اعلام دیوانگی کنی. اینطوری ممکنه همینجا بمونی و دیگه حکم بدتری نصیبت نشه. میراندا هم با عصبانیت میگه ولی من دیوونه نیستم و برام پاپوش دوختن. وسط همین بحثان و کلانتر شهر سر میرسه. مردی به اسم رایان که بهترین دوست دایی بوده و حالا بیشتر از اینکه پلیسه به خاطر مرگ اون ناراحته. برای همینم عکس‌های صحنه جرمو نشون میده و هی داد میزنه چرا این کارو باهاش کردی. میراندا با دیدن عکس‌ها به هم میریزه و یهو حس میکنه زخم‌های زیر باندش دوباره سر باز میکنن. با درد زیادی باندو میکنه و رو دستش نوشته شده تنهایی نه. رایان عصبانی‌تر میشه و عکس دیگه از صحنه جرم نشون میده. عکسی از همین متن روی دیوار که با خون نوشته شده. زن بیشتر عصبی و هی داد میزنه و پرستارا باز بیهوشش میکنن. حالا توی رویا صحنه‌های دیگه از 3 روز قبل میبینه. اول با تبری به داگ حمله میکنه. صحنه بعد همون تصرفو به یاد میاره و این بار زنی که وسط خیابونه به شکل یه روح انگاری بدنشو تسخیر میکنه و واردش میشه. روز بعد میرسه و میراندا به دیدن دکتر فیل مدیر جدید تیمارستان میره. همون کسی که این زن ازش خواسته بود تا پیت مسئولیت پروندهشو به عهده نگیره. میراندا که دیشب خیلی چیزهای مهمی رو دیده میزنه زیر گریه و میگه اون شب من کنار دایگ بودم و تو صحنه قتلش حضور داشتم. اما من تنها نبودم و مطمئنم یه نفر دیگه هم اونجا بود و کارها رو انجام داد. یه دفعه نگاهش به قاب عکس میفته و با تعجب برش میداره. عکس همون زنیه که موقع تصادف دیدتش. گریه میکنه و میگه این زن باعث همه چیز شد. اما فیل قبول نمیکنه. با ناراحتی میگه این عکس دختر منه. 4 سال پیش جون خودشو گرفت و غیر ممکنه تو دیده باشیش. اسمش هم ریچل بود. شب میرسه و میراندا که کاملا به دنیای ماورا و طبیعی حالا اعتقاد داره توی تنهایی خودش حرف میزنه. میپرسه اگه تو همون رویی که بدن منو تسخیر کردی، اگه تو همون ریچلی که عکسشو دیدم، یه علامت بهم نشون بده. مثلا در سلولو باز کن. به طرز عجیبی در باز میشه و میراندا میره بیرون. توی راهرو رویو میبینه که توی دیوار ناپدید میشه. اما زن بهش توجهی نداره و به اتاق پیت میره که کلیدها رو برداره و از اینجا در بره. دنبال کلیداست کامپیوتر اتاق خود به خود روشن میشه. مشخصه پیت داشته در مورد اتفاقی که برای ریچل 4 سال پیش افتاد تحقیق میکنه. صفحه دیگه ای از دوربین های تیمارستان بالا میاد و روح ریچل رو نشون میده که بهش زل زده. میراندا میفهمه قضیه خیلی مهمه و قبل فرار تصمیم میگیره همون بیمار اول فیلم یعنی کلوی رو ببینه. وقتی به طرف سلول های انفرادی میره چراغ ها خود به خود روشن و خاموش میشن. یه دفعه صدای جیغ کلوی میاد و میراندا با وحشت به سلول انفرادی اون نگاه میکنه. یکی که چهرهش هم معلوم نیست به این زن حمله کرده و میخواد باهاش رابطه اجباری برقرار کنه. یه تتو هم روی تنش که دختری و وسط آتیش نشون میده. میراندا وحشت زده پا به فرار میذاره اما صدای جیغ و دادش باعث میشه نگهبانا بیان و قبل فرار جلوشو بگیرن. پیت به تیمارستان میاد تا بفهمه جریان چیه. میراندا بهش میگه میدونم که تو هم به جریان مرگ ریچل شک داری و برای همین داشتی در موردش تحقیق میکردی. حالا من دارم بهت میگم جون کلوی هم تو خطره. هر کی اون بلا رو 4 سال پیش سر ریچل آورده و صحنه سازی کرده الان اومده سراغ کلوی. خودم به چشم دیدمش. اما پیت میگه تو روانی یا توهم زدی. بعدم از اتاق خارج میشه. روز بعد میرسه و میراندا به دیدن کلوی میره. میگه ببخش که تا الان حرفتو باور نکردم اما از الان سعی میکنم که جلوی همه چی رو بگیرم. همو تو آغوش میگیرن و کلوی در گوشش میگه ولی شیطان بهم گفت نفر بعدی توی، آماده باش. شب رسیده و به خاطر کارهای دیشب میراندا حالا اونو به سلول انفرادی میندازن. حرف کلوی روی مخش رو ترسیده. نصف شب چراغ خاموش روشن میشن و میراندا یهو رو ریچل رو کنار خودش میبینه. زنی که بهش حمله میکنه و پرتش میکنه تو در و دیوار. نگهبانی از دوربین امنیتی این صحنه رو نگاه میکنه. همراه دوستش به انفرادی میان. نزدیک میراندا میشن اما اون خودش رو به بیهوشی زده و با دو تا ضربه هر دوشون رو بیهوش میکنه. بعدم کلیداشون رو برمی‌داره تا در بره. نگهبان‌های دیگه هم میان و مجبور میشه به قسمت استخر تیمارستان بره. میپره توی آب و با اومدن نگهبان‌های دیگه نفسش رو زیر آب حبس میکنه. نگهبان‌ها میرن بیرون و میراندا یهو زیر آب ریچل رو میبینه که داد میزنه. سری میپره بیرون و فرارش رو ادامه میده. این بار به لابی اصلی میرسه و بازم نگهبان اونجا. همین که قایم میشه میبینه نگهبان اصلی تیمارستان دیدتش. کسی که قبل این اتفاق‌ها رفیق صمیمیش بود. با خواهش به مرد میگه چیزی نگو و اونم همین کارو انجام میده. حتی کلید ماشینش هم یواشکی به میراندا میده و اونم خودش رو به پارکینگ میرسونه. سوار میشه و با سرعت از اونجا دور میشه.
یه روی صندلی عقب دوباره ریچل رو میبینه که بهش زل زده. وقتی میخواد ترمز بگیره ماشین وان نمیسته و ترمز ماشین بریده. به قسمت بسته جاده میرسه اما نمیتونه توقف کنه و لحظه آخر قبل افتادن توی دره بالاخره ماشین وامیسته. از راه دیگه ادامه میده و بالاخره به خونهشون میرسه، جایی که چراغ‌ها به محض رسیدنش خود به خود روشن میشن. میره داخل و صدای همسرش رو میشنوه. طبقه بالا داگو میبینه که با وحشت روی زمینه و یهو خودش هم میبینه که از اتاق بیرون میاد، انگار داره صحنه چند روز قبل رو به چشم میبینه. داگ توسط ضربه تبر این زن کشته میشه. میراندا به گشتن دو قسمت های دیگه خونه ادامه میده. همه جا سرخ و روی دیوار همون جمله اول نوشته شده. توی حمام خونه خودش رو میبینه که توی وانی پر از خون نشسته. از وان بیرون میاد و جلوی آینه داد میزنه، انگار داره با روح ریچل که توی بدنشه میجنگه. حالا که همه چیز رو به یاد آورده عکسای همسرش رو بغل میگیره و میزنه زیر گریه. اما یه دفعه صدای ریچل رو میشنوه که در گوشش میگه ویلو کریک. این اسم شهریه که داگ توش یه کلبه داشت و هر از گاهی تنهایی میرفته به اونجا تا شکار کنه. کنجکاو میشه و با ماشین به سمت اونجا راه میافته. اولین باری که به این کلبه اومده و خیلی فضاش عجیبه. توی انبار کلی فیلم دوربین ریخته و روی زمینش متوجه در مخفی میشه. میره داخل و تعجبش بیشتر از همیشه میشه. این اتاق پر از لوازم عجیب، تختی به هم ریخته و پر خون. اطراف تخت یه سری زنجیرن، کلی داروی بیهوشی روی زمینه و دوربینی دقیقاً روبروی تخت قرار گرفته. فیلم‌های دوربین رو پخش می‌کنه و حقیقتی وحشتناک برملا میشه. همسرش داگ این کلبه رو برای این گرفته بوده که بیمارهاشو بیاره و هر کاری دلش می‌خواد باهاشون انجام بده. یهو از پشت سرش مأمور پلیس سر میرسه و اسلحه رو طرفش می‌گیره. این مأمور ماشین میراندا رو تعقیب کرده و اونم توضیح میده که بی‌گناهه. از پشت سر زن یه رفعه یه زن دیگه با وضع داغون میگیرتش و هم پلیس و هم میراندا خیلی میترسن. اونم کسی نیست جز آخرین قربانی داگ که اینجا زندانی شده. با اعترافش این مکان ترسناک دست پلیس میفته و همه جرم های داگ به خاطر فیلم هایی که گرفته رو میشن، از جمله فیلمی از دختر فیل مدیر جدید تیمارستان که دیدیم. اونم قربانی همین کارها بوده. با پخش شدن خبر این قضیه، پیت و وکیل میراندا پیش رئیس پلیس رایان میرن و ازش میخوان که توی پرونده میراندا تجدید نظر کنن، چون به هر حال جون چند نفر رو نجات داده و حالا مشخص شده قتلش هم بی هدف نبوده. اما رایان بازم مصممه که به هر حال باید محاکمه شه و کارش اشتباهه. میراندا هم با فیل یه ملاقات میکنه و بهش دلداری میده که دخترت بلای سر خودش نیاورد و مطمئن باشه الان به آرامش رسیده. همه قضیه ها حل شدن اما هنوز میراندا دلیل اون جمله رو نفهمیده. تنهایی نه. برای همینم با پیت تماس میگیره و ازش کمک میخواد تا بیشتر این قضیه رو بگردن. یه درخواستم به خاطر اینه که توی تیمارستان و سلول کلوی یه آدم رو دیده بود که تتو روی سینه‌اش داشته، اما همسرش داگ همچین چیزی رو نداره. پیت بازم باورش نمیکنه و نمیخواد کمکی انجام بده. میراندا هم مجبور میشه از رئیس پلیس رایان درخواست کمک کنه و اون به سلولش میاد. میخواد ازش کمک بگیره و نظر خودش رو میگه، اینکه یه نفر دیگه هم همدست داگ بوده. من یه جمله‌ای هم که همه جا نوشتم دقیقاً همینه. رایان با کنجکاوی گوش میده و قبول میکنه هر کمکی لازمه به این زن بکنه. برای این کارم میراندا یه سری ویژگی روانی از این همدست میگه تا رایان بتونه در موردش تحقیق کنه و گیرش بندازه. اینجا از علم روانپزشکی خودش استفاده میکنه. هرچی بیشتر توضیح میده رایان استرس بیشتر میگیره و خیس عرق میشه. میراندا میفهمه همه ویژگی هایی که میگه با رایان جور در میاد و یهو این پلیس بهش حمله میکنه. میگه نباید اینو میفهمید و همه چی رو داری خراب میکنی. میراندا هم از سلول فرار میکنه و میره طبقه بالا. رایان با اسلحه دنبالشه و با یه شلیک به لوله گاز پیراهنش رو در میاره که جلوی نشی رو بگیره. اینجا همون تتو روی بدنش رو میبینیم. رایان به اتاق تاریکی میرسه که میراندا توش قایم شده و در همین حال از همه کارهای وحشتناکی که با داگ انجام داد حرف میزنه. میگه نفر بعدی هم توی و یه رفع سایه کسی کنارش میبینه و بهش شلیک میکنه. میره طرفش و دختری روی میز نشسته. به خیال اینکه میرانداس به شیشه تیر میزنه اما اون طرف ریچل وایستاده. دیدن این روح وحشت زدش میکنه و چند تا تیر طرفش شلیک میکنه. بی خبر از اینکه نشتی گاز به اینجا رسیده و شلیک گلوله باعث آتش گرفتن اطرافش میشه. در حالی که این مرد داره میسوزه، میراندا از پشت اسلحه دیگه برمی‌داره و با شلیک کارشو تموم میکنه. همین لحظه هم پیت سر میرسه و همه جریان رو به چشم میبینه. به میراندا میگه ببخشید باورت نکردم و میریم به سکانس آخر. میراندا و کلوی هر دو از تیمارستان مرخص شدن، اما توی آغوش میگیرن و کلوی میگه مرسی کمکم کردی تا حقیقت رو فاش کنم. بعد خدافظی نگاه میراندا به بچه وسط خیابون میفته که دست تکون میده و یهو توی اتوبوس ناپدید میشه. روی درختی عکس این پسر به عنوان افراد گم شده زده شده و اینجاست که فیلم
به پایان میرسه. بچه‌ها لطفاً اگه خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک بکنید. لایک شما باعث میشه کانال من بالاتر بره و این ویدیو بیشتر دیده بشه و در نتیجه هم پست‌های بیشتری میذارم. گاتیکا خیلی خفن میاد، نشون میده که بعضی از آدم‌ها وقتی قربانی رفتارهای روانی و دیوانه‌وار بعضی دیگه از آدم‌ها میشن، چقدر سخته که بتونن بی‌گناهی خودشون رو ثابت بکنن و این چقدر به زندگیشون آسیب میزنه. ریچل نماد کسی بودش که بهش ظلم شده بود، مورد آزار قرار گرفته بود، ولی هیچ وقت نتونسته بود خودش رو ثابت بکنه و برای همین هم در آخر از این دنیا رفته بود و دیدیم که رفتنش هم چقدر تو زندگی اطرافیانش از جمله پدرش تاثیر منفی گذاشته بود. میراندا قبل از اینکه خودش به تیمارستان بیفته خودش بخشی از مشکل بود، همون حرفی که کلوی بهش میزد نمیتونست بهش اعتماد بکنه چون خودش باور نمیکرد کلوی رو و فکر میکرد یه آدم روانیه، اما فقط زمانی تونست که دیگه بخشی از مشکل نباشه که خودش اینو تجربه کرد. وقتی خودش مورد قضاوت این سیستم روانپزشکی قرار گرفت و همون بلا سرش اومد، تازه فهمید که حق با دیگران بوده و چقدر سطحی داشته به قضیه ها نگاه میکرده، فقط بر اساس یه سری قوانین و درسایی که توی زندگیش گرفته. به عنوان یه روانپزشک داشت با قضیه برخورد میکرد، در حالی که اول از همه باید به عنوان یه انسان بهش نگاه میکرد. حرف دیگه‌ای که میزنه و خیلی هم آنتی سیستمه اینه که خیلی از بیمارهای روانی و کسایی که بدترین کارها رو در حق دیگر انسان‌ها از جمله زنان میکنن، کسایی هستند که خودشون جزء اون سیستمن، از جمله همون کسی که مدیر اصلی یه دونه تیمارستان بود یا کسی که رئیس پلیس منطقه حساب میشد و اینا بودن که بزرگترین جرم‌ها رو داشتن انجام میدادن، اما به خاطر شرایط زندگی، شرایط اجتماعی که دارن، خیلی قشنگ میتونن لاپوشونی بکننش، به طوری که زن طرف حتی فکرش هم نمیکرد که طرف مشکلی داشته باشه. خیلی عادی بود زندگیشون، برای از دست رفتن شوهرش گریه میکرد و اشک میریخت، اما وقتی که فهمید قضیه اصلی چی بوده مغزش پاچید چون خیلی عجیب بود براش. خلاصه که با همه این برداشته وقتی نگاه میکنیم میبینیم فیلم چقدر تویست خفنی داره، چقدر خفن و آخرش مغز آدمو میپاچونه. خیلی خوب داستانش نوشته میشه، خیلی خوب به نمایش در میاد، بازی هالی بری توش عالیه، بازی رابرت دانی جونیور عالیه، همشون اصلا به شکل عجیبی خوب بازی میکنن همه چیو. یه درس خیلی مهم از این فیلم باید بگیریم، اینکه قربانی های آزار و اذیت خودشون گناهکار نیستن و باید این نگاه گناهکارانه بهشون تموم بشه. همون نگاهی که میراندا داشت به کلوی میدافعت که خودش روانپزشک بود. این نگاه بعد یاد بگیریم حذفش بکنیم، چون باعث میشه که خیلی از کسایی که مورد آزار قرار میگیرن دیگه حقیقت رو به زبون بیارن، برن دنبال گرفتن حق خودشون. تا وقتی که نگاه گناهکارانه که خیلی هم تو کشور ما زیاده به این افراد باشه، اونا همیشه این چیزها رو مخفی میکنن. در نهایت اون آدم روانی، اون کسی که داره همه این گناهها و جرمها رو انجام میده، خیلی راحت بیرون میچرخه و این بلا رو سر یه نفر دیگه میاره. وقتی که اینو یاد بگیریم که اگر همچین بلایی سر کسی اومد، حرف زدنش میتونه جلوی نابودی زندگی یه نفر دیگر هم بگیره، اون موقع میتونیم که به طرف اعتماد بکنیم و برای گرفتن حقش یه تلاش که انجام بدیم. این خیلی درس مهمیه، به نظر فیلم گاتیکا خیلی خوب میاد اینو نشون میده. در آخر هم همونطوری که اول فیلم گفتم، نمره فیلم خیلی نامردی پایینه به خاطر اینکه همه چیش خوبه، فقط شاید به خاطر اینکه فیلم یه مقدار قدیمیه و بودجه ساختش هم پایین اومده بوده، نتونستن جلوه های ویژه رو درست در بیارن. برای همین به نظرم خیلی اینا تاثیر داشته توی نمره، ولی اگر از اینها فاکتور بگیم و به عنوان یه اثری نگاه بکنیم که میخواد درس مهمی رو بده و توی سبک سایکولوژی هارر یه الگو شد برای خیلی از فیلم های بعدیش، واقعا کار خفنی انجام میده و باید نمرش بالاتر میرفت، اما خب متاسفانه نشده چون خیلی از مردم سطحی نگر این فیلم ها رو میبینن و همون ظاهره، همون جلوه های ویژه براشون مهمه، نه معنا و مفهومی که پشتشه. امیدوارم خوشتون اومده باشه، پیشنهادتون رو بنویسید، لایک کامنت سابیارتون نره، روزتون هم گلسی.